با درود خدمت بینندگان و شنوندگان از مردم تیوی، خوبین، خوشین، سلامتین، سیزه به درتون مبارک. کاش همش بیم بگیم مبارک، بس که خبرهای بعد تو ایران و همه جا. البته چند روز پیش با یکی از اقوام صحبت میکردیم، گفتن آقا داره جنگ میشه، چی کار کنیم؟ جنگ هم بشه اروپا وسط دیگه، یعنی لو لبر نمیشیم. گفتیم حالا نه، فکر بد نکنین و اینا. تو این هیروویری بودیم، امروز خبر رسید که سفارت ایران رو زده اسرائیل. البته هی خبره رو که میخونم فارس، این پشتم گذاشتم فارس، نوشته که زده. میره جای دیگه میخونی میگه خواسته بغلی رو بزنه، خورده به سفارت. از اون بر میگن موشک های اسرائیل نقطه زنه تو جریان غزه نشون میدادن، طبقه اول دارن شام میخورن، طبقه دوم نابود میشه. اصلا یه چیز عجیب غریبی، تبلیغ برای موشک. خلاصه رفتیم گشتیم یه چند تا براتون ما فیلماشو پیدا کردیم، گفتیم بهتون نشون. اول از همه که سردار زاهدی فکر کنم اسمش، اینجا ننوشته، ببینم اسمش چی بود. سردار فکر کنم سردار زاهدی بود، فکر کنم سردار محمد رضا زاهدی تو اونجا بوده، از همین فرمانده های سپاه که کشته شده. این از اون. حالا بریم سراغ فیلم. یه جورایی ما اینور میگیم دیگه خدا رو شکر جنگ موشکی داره میره کنار، همه شده جنگای کامپیوتری و پهپاد و نم با کنترل و سایبری و از این چیزا. از این ور اینا رو میبینیم باز تن و بدن رو میلرزه، اصلا نمیدونه آدم. روسیه هم از این ور وحشی شده، حالا خودش داره میره پایین، میخواد همه رو با خودش بکشه پایین. یه جورایی هم داره موشک فسفوری زده، داره میره سراغ اتمی، خیلی بس خرابه. یعنی شوخی شوخی داره جدی میشه. حالا جنگ بده، حالا چه موشک بخوره به ساختمان جمهوری اسلامی، چه بالاخره اونم خانواده داره، نمیدونم. حالا في حدا تحت عم ينادي يا جماعه في عالم الان لسه. من اینو متوجه نمیشم، بشار اسد چرا این وسط هیچی نمیگه که موشک میزنن به کشورش؟ مگه نباید شکایت کنه، کاری کنه، چیزی بگه؟ یا چون این سپاهی را داده؟ نمیدونم والا، نمیدونم. خب اینم بیا. همینه دیگه، ما هی میاییم میگردیم چهار تا برنامه طنز براتون پیدا کنیم، بخندیم، حالتون رو خوب کنیم، یه و یه خبر اینجوری میاد. پوریا زراعتی رو با چاقو زدن، حمله به کنسولگری چقدر. حالا فقط هم که اونا نمارده، اون بغل مثلا یارو وایستاده همه جا بیخبر، یه ساختمون ریخته روش، کر شده یکی، یه زن حامله، اینا رو که به ما نمیگن که. حالا تو این هیروویری این محمد رضا احمدی فکر کنم مجری نشونتون سر شما برای ویزای کار اقدام کردن در کشور کانادا، یه قصد دارید برگردید به کانادا؟ جناب احمدی شما چرا کشور کانادا رو که الان بهتون بگم این کانادا خیلی کار بعدی مردمش میکنم، برای ما مهم نیست، میخواین فوش بدین میخواین ندین، آقا من نظرم باید بگم. دموکراسی دیگه، فقط یاد گرفتیم هر چی به نفع اون باشه اون میشه دموکراسی. این چه کاریه؟ تو کانادا یه یارو هم هست، نمیدونم اسمش چیه، از صبح این معلومه دولت پول میگیره، از صبح ول تو این خیابونا دنبال یکی که فیلم بگیره تا شب، کارش همینه. حالا اینم همین، بابا یارو با زن و بچهش رفته، به شما چه؟ میری جلوش میگیری، دوربینو میگیری، نمیدونم آقای فلانی. این به خامنه ای مثل اینکه گفته بوده انگشترتو بده به من. آقا خب ما هم این فیلمو دیدیم، یادمون میره بعد چند سال. شما چی این موضوع مال 7-8-10 سال پیشه؟ چی جوری شما یادت مونده؟ معلومه با کسی کار میکنن دیگه، یارو با زن و بچه‌ش میرین جلوشو میگیرین، حرفا رو میزنین. دادم طرف که نمیخواد بیاد بمونه، کار داره، چیزی داره، نمیدونم والا، کار خوبی نیست به نظر من. از نظر جمهوری اسلامی یک کشور متخاصم هست، سلامت. برای اقامت خودتون، همسرتون و فرزندتون انتخاب کردید.
چقدر هم با ادب جواب میده. نظرتون راجع به کانادا چیه در مقایسه با ایران؟ خوشحال شدم. بفرمایید. ایشون داره به من تهمت میزنه حرفای اینم زنشه بیچ خیلی کار بدی خیلی این خوب خودشو کنترل کرد. بعدی میزنه اجازه استرس میکنه من تمام این صحبت رو تمام این مکالمه رو دارم ضبط میکنم. الان 3 دقیقه است که من دارم از همسر شما سوالاتی میپرسم و شما میفرمایید که من حرفای بدی به شما میزنم. آیا همسر شما به معنویت رهبر جمهوری اسلامی باور دارد؟ اصلا آره باور داره. به تو چه؟ الان تو این وسط چی کاره ای؟ تو این وسط چه بدبخت یارو کارشه؟ بعضی موقعا یه سری چیزا از نظر من اصلا نشدنیه. طرف داره تو ایران تو فیلم ها بازی میکنه، درآمدشه، پولشه، خب از کجا بیاره بخوره؟ بعد مثلا میان میگن آقا مهران مدیری تو باید وسط سریالی و بگی مرگ بر خامنه ای. آقا من یارو دیوانه است و میگیرن میبرن چوب میکنن تو آستینش. یارو دیوانه است. اینم همه اینم داره کار میکنه، کارشه. نمیتونه که بعضی چیزا مجبوریه. طرف تو ایرانه، میگیرنش، هزار تا بلا سرش میارن. همینجوری که نمیتونه یارو بره بگه خامنه ای نشسته اونجا، یارو بگه مرگ بر خامنه ای، میگیرن دهنش رو سرویس میکنن. همین شما ساکت میشین. مگه سر جریان این شلوغی های اخیر مال آبان ماه مگه همتون یادتون نرفت برای چند روز تعطیلی برای چی بود؟ سالگردش بود مال مهسا امینی. همه یا رفتن ترکیه کنسرت یا رفتن شمال، هیچکی به تخمش هم نبود. این بدبخت ها بچه هاشون مردن. ما همچین ملتی هستیم. اینا هم براشون حتما یه نفعی داره که اینجوری میان میپیچن جلو مردم. در صورت تا تست بعدی خدا نگهدار.